ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری قدرت پاکیزگی زاکیان زرات آلوده گریز و زرچوبه رو باسانی از بین میبرد. سرف اکسل جدید و روبه هدیه است و خوشم میآید. ایرم تو فشار دادم مایه دیش میکنیم. با شما هستیم دوست عزیز. خب سیره باید که خب با ضربه رقم زنیم که مش شوه، یعنی مایده میده شوه و بعدش رقم مایده میدهش میکنیم. خب سیره باید خوب مایده میده کنیم تا جایی که امکان داره باید مایده میده شوه. کسایی که به شکل میتونن خوب خوب نمیتونن میشه که از خانه خورده ترشک سیره بکشن. سیره به شکل هم ما میتونیم که خوب میده میده کنیم. خب سیر وقت میده میده شد همراه با مساله مسکه مخلوطش میکنیم. خب و مسکه و مساله همه مواد به این شکل باید که آماده بسازیم. یک کمی آب زعفران هم ضرورت داریم. یک کمی که خود زعفران هم ضرورت داریم. باقیش باشه برای برنج. به شکل این مواد آماده ساختیم و حال نوبت عزیز که گوشت این قسمت بگذاریم. گوشت کاملا باید که یخش باز شد و بعدش به این شکل آماده بسازیم. خب نمکارم هیچ چیزی رو نمیمانن و همراه با پنجه به شکل سراخ سراخ میکنیم. پنجه نباشه همراه با کارت هم میتونیم. این قسمت های گوشت را باید که به این شکل سراخ سراخ کنیم تا مواد که آماده ساختیم به خاطر اخته کردنش باید که بریزی هم بریز و به این خب همراه با قاشق اول به این شکل هم مواد اضافه میکنیم و بعدش همراه با دسته خود به اندازه مواد بالاش فشار میتیم تا کاملا مواد به خود جذب کنه و بعد از اینکه کاملا مواد جذب شد در وقت اخیر اخیر نوبت از ایست که پس از مواد اضافه که داخل کاسه ریخته بالاش کمی که اضافه میکنیم داخل داش میمونیمش بالای جلی داش و بعد از او داخل داش میمونیم تا آماده شد. ولی در قسمت زیریزی هیچ چیزی رو نمیمونیم. آب و جوسی که داخل خود زمین باشه وقت بیرون میشه ما باید که برنجه وقتی ما گفتیم 60 تا 70 درصد برنجه ما وقتی که این قسمت آماده میسازیم باید که امیجا برنجه دیگه شگرفته داخل داش بانیم از قسمت بالا گوشت و از قسمت پایینم برنج
جست از داخل برنج اخته خوشبوی خاص می داشته باشه. ولی بعدش وقت آخر آخر نوبت مسکه و زغال است. وقت آخر به خاطر خوشبو ساختنش ما آماده می سازیم. میگذاریمش تا کمک آماده شد. این بعض وقتا کسایی که گشنه باشن اما یکان گفت یک رقم میشنن بخاطر از اینکه گشنه زیاد میباشه. یک گشنه رو گفتن که یک چر میشه گفت دوتا نان. یکان هم کارکای ما مبتو شده. خب هم مواد آماده است. نوبتی یک دیگ است که من دیگ بیارم و ماسکا خب ماسکا را به شکل داخل دیگه اضافه کنیم به خاطر از اینکه آماده شوه. نوبت پیاز است. خب پیش از اینکه ماسکه آب شد ما باید که پیاز اضافه کنم چرا که مثل همیشه نمیخوایم که پیاز ماسکه تم خود از دست بده و یا بسوزه. خب نوبت هست که ماسکره همراه با پیاز کاملا صاف کنیم. واقعا که ماسکه وقتی همراه با پیاز یا هر مسئله که آماده میشه یک خوشبوی خاص یک مزه خاص میداشته باشه. کسایی که امتحان کردن میفهمند که چقدر خوشبوی میباشه. کسایی که امتحان نکردن یک بار امتحان کنه ببینه که چقدر غذا را برای ما خوشمزه و خوشبوی میسازه. خب به این شکل باید که پیاز کم کم آماده شود. به خاطر که آب زعفران نگرفتیم باز دوباره کم آب دیگه اضافه میکنیم بالاش. خوب مخلوطش میکنیم و دوباره آب زعفران رو قسمت باشه و از خود دانه زعفران برداشته بالای پیاز اضافه میکنیم. ولی میریم یک دفعه مواد لازمه میبینیم برمیگردیم با ما باشید. مواد لازمه کباب مرغ با برنج عربی. مرغ یک عدد، برنج 500 گرم، دارچین قدر ضرورت، مرچ تازه 3 عدد، پیاز 3 عدد، زعفران قدر ضرورت، زغال 1 توته، مسکه 200 گرم. ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری قدرت پاکیزگی زاکیان زرات آلوده گریز و زرچوبر و باسانی از بین میبرد. سرف اکسل جدید و
هدیه رو به هدیه است و خوشم می آید. اگر من فشار دادم مایه دیش میکنیم. با شما هستیم دوست عزیز. خب سیره باید که خب با ضربه رقم بزنیم که مش شوه، یعنی مایده میده شوه و بعدش رقم مایده میدهش میکنیم. خب سیره باید خوب مایده میده کنیم تا جایی که امکان داره باید مایده میده شوه. کسایی که به شکل میتونن خوب خوب نمیتونن میشه که از خانه خورده ترشک سیره بکشن. خب سیره به شکل هم ما میتونیم که خوب میده میده کنیم. خب سیر وقت میده میده شد همراه با مساله مسکه مخلوطش میکنیم. خب مسکه و مساله همه مواد به این شکل باید که آماده بسازیم. یک کمی آب زعفران هم ضرورت داریم. یک کمی که خود زعفران هم ضرورت داریم. باقیش باشه برای برنج. به شکل این مواد آماده ساختیم و حال نوبت عزیز که گوشت این قسمت بگذاریم. گوشت کاملا باید که یخش باز شد و بعدش به این شکل آماده بسازیم. خب نمکارم یه چیزی رو نمیمانن و همراه با پنجه به شکل سراخ سراخ میکنیم. پنجه نباشه همراه با کارت هم میتونیم. این قسمت های گوشت ها باید که به این شکل سراخ سراخ کنیم تا مواد که آماده ساختیم به خاطر اخته کردنش باید که برزی هم بریز و به این خب همراه با قاشق خول به این شکل هم مواد اضافه میکنیم و بعدش همراه با دستای خود به اندازه مواد بالاش فشار میتیم تا کاملا مواد به خود جذب کنه و بعد از اینکه کاملا مواد جذب شد در وقت اخیر اخیر نوبت عزیز که پس از مواد اضافه که داخل کاسه ریخته بالاش کمی که اضافه میکنیم داخل داش میمونیمش بالای جلی داش و بعد از داخل داش میمونیم تا آماده شد. ولی در قسمت زیر زی هیچ چیزی رو نمیمونیم. آب و جوزی که داخل خود زمین باشه وقت بیرون میشه. ما باید که برنجه وقتی ما گفتیم 60-70% برنجه ما وقتی که این قسمت آماده میسازیم باید که امیجا برنجه دیگه گرفته داخل داش بانیم. از قسمت بالا گوشت و از قسمت پایینم برنج جوز از داخل برنج ریخته خوشبوی خاص می داشته باشه. ولی بعدش وقت آخر نوبت مسکه و
زغال است. وقت اخیر به خاطر خوشبو ساختنش ما آماده می‌سازیم. میگذاریمش تا کمک آماده شد. این بعض وقتا کسایی که گشنه باشن اما یکان گفت یک رقم میشنن بخاطر از اینکه گشنه زیاد میباشه. یک گشنه رو گفتن که یک چل میشه گفت دو تانان یکان هم کارکای ما مبتر شده. خب هم مواد آماده است. نوبتی یک دیگ است که من دیگ بیارم و ماسکا خب ماسکا را به شکل داخل دیگه اضافه کنیم به خاطر از اینکه آماده شوه. نوبت پیاز است. خب پیش از اینکه ماسک آب شد ما باید که پیاز اضافه کنم چرا که مثل همیشه نمیخوایم که پیاز ماسک تم خود از دست بده و یا بسوزه. خب نوبت از ایست که ماسکره همراه با پیاز کاملا صاف کنیم. واقعا که ماسکه وقتی همراه با پیاز یا هر مسئله که آماده میشه یک خوشبوی خاص یک مزه خاص میداشته باشه. کسایی که امتحان کردن میفهمن که چقدر خوشبوی میباشه. کسایی که امتحان نکردن یک بار امتحان کنه ببینه که چقدر غذا را برای ما خوشمزه و خوشبوی میسازه. خب به این شکل باید که پیاز کم کم آماده شوه. با خاطر که آب زعفران نگرفتیم پس دوباره کم آب دیگه اضافه میکنیم بالاش. خوب مخلوطش میکنیم و دوباره آب زعفران رو قسمت باشه و از خود دانه زعفران برداشته بالای پیاز اضافه میکنیم. ولی میریم یک دفعه مواد لازمه میبینیم برمیگردیم با ما باشید. مواد لازمه کباب مرغ با برنج عربی. مرغ یک عدد، برنج 500 گرم، دارچین قدر ضرورت، مرچ تازه 3 عدد، پیاز 3 عدد، زعفران قدر ضرورت، زغال 1 توته، ماسکا 200 گرم، مرچ سیاه و نمک قدر ضرورت. ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری قدرت پاکیزگی زاکیان زرات آلوده گریس و زرچوب و باسانی از بین میبرد. صرف اکسل جدید و رو به هدیه است و خوشم می آید. یک
با شما هستم دوست عزیز. به شکل پیاز همراه با کمی زعفران من مخلوط کردم، رنگ پیاز کمی که تغییر داد، خوشمزه ساختش. به شکل آماده می‌سازیم و حال نوبت برنج است. این غذای خوشمزه که آماده میشه باید برنج بسمتل باشه، ولی همکارا که ما رو روی کردن گفتم برنج بیار، رفت برنج شوله‌ای را برام آورد که بیه برنج بسمتل است که اصلا همراه از او هیچ برنج آماده نمیشه. خب بازم من به خاطر که باید برنج آماده بسازم، خواستم که همراه با امی برنج پلوی آماده بسازم. واقعیش باشه زیادتر کرده بودن برنج، نباید که قدر زیاد باشه. خب برنج داخل دیگ اضافه کردیم. قسمت پایین دیگ پیاز، بالاش برنج و حال نوبت مصالحش است. خب هل به خاطر خوشبو ساختنش این هم اضافه میکنیم، دارچین هم به خاطر خوشبو ساختنش است، مزهش زیادتر میسازه، و میخک، کسایی که میخک استفاده نکردن میشه که یک بار استفاده کنه، و یا هم توتای دارچین وطنی است، البته که اگر ما خارجیش بگیریم خوشمزگیش و بویش زیادتر میباشه. دو دانه پیاز که دو دانه مرچ تازه که قسمت مرچ هم یک همکارم امتحانش کرد تند است، یعنی گفت که باید که غذا زیادتر تون باشه، چرا که به غذای تون زیاد علاقه دارم. خب از این هله اخته شده هم کم اضافه میکنم. هله است که همراه با سرکه آماده شده. شاید که ما این هله نتانیم استفاده کنیم به خاطر از اینکه سخت می باشه، به اندازه که ایل نرم شده اون نیسته، ولی از این ما میتونیم به شکل خوب به شکل استفاده کنیم. یک کمه که مزیدش خوبش هست، کمه که شور هم هست به خاطر از اینکه همراه با آوستر کرده که مواد آماده شده. نوبت نمک. خب نمک هم اضافه کردیم و این قسمت مرچ تازه همه مواد را اضافه کردیم داخلش و حال نوبت آب است. به این شکل ما برنج وقتی که آماده می سازیم باید که اول پیاز همراه با کمی مسکه باید سرخ کنیم، و بعد از اینکه برنج ما همراه با مسکه سرخ کردیم، پیاز همراه با مسکه سرخ کردیم، زعفران اضافه می کنیم، بعدش بالای برنج اضافه می کنیم، ولی نمیگذاریم که پیاز کاملا رنگ خود تغییر بده، کمی که می خواهیم نرم شه. و حال نوبت از است که خوب مخلوطش کنیم. به شکل ما گذاشتمش تا جوش کنه. وقتی آب کاملا جوش آمد، بعد از او برنج آهسته آهسته نرم میشه، ولی ما که میبینم آبش فکر میکنم یک کمی کم است، باید یک کمی که آب اضافه کنم به خاطر که برنج ما پیش از پیش تر نکرده بودیم. خب یک کمی مسکه هم ضرورت دارم. خب برنج ها میگذاریم تا آیسته آیسته جوش کنه، آب خود به زودترین وقت جذب میکنه و خشک میشه. خب این مسکره در این قسمت ما میگذاریم به خاطر زیکه وقتی که حرارت میداشته باشه داخل داش و مسکه آب میشه. همه قسمت های مرغ کاملا به خود چرب میسازه و خوشمزه هم میسازیش به شکل. و
این مسکی که آب میشه پس دوباره داخل برنج رفته با همو تمام مزه موادی که ما رخته کردیم کافی است. بخاطر از اینکه این قسمت و این قسمت وقتی که کاملا ذوب میشه داخل رفته و گوشت برای ما بسیار خوشمزه آمده میسازه. خب این خامده ساختیم، گوشت هم آهسته آهسته اخته میشه و بعضی قسمت کاش مانده باید که اگرچه اگر اختام نمیشه باید رنگ خودت داشته باشه. خب کاسه که ضرورت نداریم یه قسمت میگذاریم. خب میبینیم که برنج آهسته آهسته آبش کم کم جوش آمده و آهسته آهسته آماده میشه و امیل از دوست عزیز واقعا که یه خوشبوی خاصی از زمرا و تفت برنج بلند میشه. هنوز آماده نشده که قدر خوشبوی هستی که آماده شود دیگه چه خوشبوی میباشه و چه قدر خوشمزه میباشه دیگه این را بعد از نوشیجان کردنش معلوم میشه. از شار طرف کمی که برنجا باید که قسمت بیاریم چرا که حرارت زیاد وقتی که حرارت ما دیگه در حرارت زیاد میمانیم حرارت زیاد مستقیم در چهار طرف میباشه. در چهار طرف اگر ما متوجه نباشیم برنج زودتر نرم میشه، ولی اگر ما متوجه شویم که از قسمت چهار طرف در قسمت وسط از وسط خودش به شکل اتومات در چهار طرف میره به شکل ما میتونیم خوبتر آماده بسازیم. دارچین یک خوشبوی خاص دارن کمه که طعم شیرین است. کسایی که چای دارچین آماده ساختن خب میفهمن که چقدر فواید داره و کسایی که آماده نساختن یک بار همراه با دارچین یک چای در خوشمزه دم کنه و نوش جان کنه. در کنار شکر یکان شیرینی هم آماده ساختی انوز خوب فواید بسیار زیاد داره و خوشبو کننده دهن هم است. خب مرچ ما به خاطر از گذاشتیم کمه که حرارت که داشته باشه با حرارت بسیار کم با آب برنج مخلوط شده و برنج آب برنج به چهار طرف برنج خود مخلوط میسازه، یعنی به این شکل همه غذا را برای ما خوشمزه میسازه. و قسمی که گفتم باید به اندازه 80% آماده شوه این قسمت. اگر 70% شوه بهتر است، به خاطر از اینکه 30% دیگهش باید داخل دیگ دم بگیره و به این شکل ما وقتی که دم میتیم ما میتونیم خوبتر از این هم استفاده کنیم. خب وقتی که ما میخوایم داخل داش بنیم، داخل داش ما به دو شکل میتنیم. هم میتونیم که خود مرغ پیش از پیش آماده بسازیم بعد از این دم بتیم و هم میشه که به شکل دیگه که قسمت بالایی این قسمت دیگه ما کاملا همراه با آلومینیوم فایل بسته کنیم. آب کمی که داخلش می باشد و ایره تا وقتی ما بالای داش می مانیم بالای گاز می مانیم که آب از این کاملا خوش شوه، ولی باقی مانده آب داخل برنج هسته. وقتی که آبش کمی خوش شد با آلومینیوم فایل با قسمت بالای دیگه بسته میکنیم که خوب دم بگیره، ولی همراه با کارت و یک کدام وسیله دیگه ما قسمت بالای آلومینیوم فایل را سوراخ سوراخ میکنیم. به خاطر که ما او قسمت گوشت است، گوشت وقتی ما داخل داش میمونیم هم با جالی باید که مستقیم در قسمت بالای دیگه برنج باید باشه. ای به خاطر از اینکه وقتی که امو حراتی که میداشته باشه امو ساس و امو موادی که از گوشت مرغ بیرون میشه، چرا که ما همراه با مواد بسیار خوب و خوشمزه مزه‌دار ما رخته کردیم، وقتی که آمده در آلومینیوم فایل و از طریق آلومینیوم فایل آهسته آهسته به گوشت میرزه، هم دم میگیره و هم مواد مرغ به خود میگیره. این به شکلی می آماده میشه که ما فکر کنیم که همراه با گوشت مرغ یک جای برنج آماده ساختیم و امیل از هم میتونستیم که ما گوشت مرغ وقتی که برنج ما دم میتیم آب اضافه میکنیم، همین لحظه هم گوشت گرفته در قسم پیش از اخته کردنش باید داخل برنج گذاشته تا جوش بخوره، ولی باقی مانده ایشه بعد از وقفه کوتاه میگیم. موسیقی
ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری قدرت پاکیزگی زاکیان زرات آلوده گریز و زرچوبه رو باسانی از بین میبرد سرف اکسل جدید و روبه هدیه است و خوشم میآید. با شما استیم دوست عزیز. در قسمت برنج ما کاملا جوشانیم و آیست آیست آب برنج هم خود کم میکنه. وقت کم شد حال مینم فایل، ولی من پیش از پیش باید تر مینم فایل آماده بسازم، چرا که برنج آیست آیست نرم میشه و آب برنج هم کم میشه. خب این پیش از پیش میتونم آماده باشه و برنج یک بار مخلوط میکنیم، ولی زیادتر متوجه دهی باشه که برنج وقتی شما مخلوط میکنید باید که همراه با ملاقی که به شکل لوادار باشه خوبتر میتونه، ولی اگر این قسمتش تیزتر باشه نمیتونه که خوبتر آماده بسوزه. خب قسمت های که برنج همراه با پیاز هست باید که پیاز مرچ تازه هم قسمت پایین باشه، دارچین هم پایین باشه تا خوبتر دم بگیره. یک کمی دیگه هم میگذارمش، کمی که اصلا میکنم همراهش به خاطر ازی که این آب این قسمت ها باید دور شد. این آب که وقتی خشک شد برنج کاملا آماده می باشه که ما به این شکل داخل داش بانیم تا آب خود جذب کنه و خود آماده بسازه. و این برنج عربی که امروز آماده میسازیم ما میتونیم به شکل خوب درستش هم به دو شکل میشه، هم به شکل دانه دار میشه و هم کمک نرم ملایم میباشه، ولی اگر ما به شکل کمک نرم ملایم آماده بسازیم بهتر است به خاطر که طعم خوبی می داشته باشه. اگر ما به شکل برنج پاشان آماده بسازیم، چرا که این غذایی که آماده میسازیم ساس نداره، قورمه نداره، به خاطر به کمک تو خشکک میباشه، ولی کمک نرمتر اگر آمادهش کنیم ما میتونیم خوبتر استفادهش کنیم. همین لحظه دانه برنج به شکل خوبی آماده هم شده، کمک نرم هم شده و آبش کم شد، برنج به شکل خوب درستش آماده میشه. کم وقت وقتی است که باید پلاستیک آلومینیوم فایل بالاش بگذاریم و بگذاریمش داخل داش تا با حرارتی که داش داره دم بگیره و آماده شود. و جریان از اینکه گوشت برنج دم میگیره گوشت هم آماده میشه، گوشت هم داخل داش میمونیم، گوشت هم آماده میشه، برنج هم آماده میشه و این غذا خوشمزه رو هر دوش یک جای آماده میسازیم. و خوبی زیاد این غذا دیست که ما ایره همیشه همراه با مسکه آماده ساختیم، هیچ روغن اضافه نکردیم. خب باید که از این قسمت مکمل برنج در قسمت وسط بریم، باز هم مرچ تازه قسمت بالا آمده و را پایین کنیم. خیلی میده شده اخته شده که پیش از پیش آمده شده، شما میبینی که رنگ تازه خود داره و ای هم خیلی دومه که ما خود ما خیلی خشک اضافه کردیم و این قسمت دارچینی هم است، یعنی این قدری برنج خوشبوی است که واقعا زیاد. شما هم همین لحظه وقت اخیر برنامه برخواسته برای از بازار هم موادش را خریدار کرده به شب امتیاز غذا خوشمزه آمده بسازه، فرداش هم میشه، خب فرداش هم از این غذا آمده بسازه. خب ولی بازم میگم که کمه که آب این قسمت هاش کمی خود کم کنه به خاطر از که این قسمت ها آبش زیاد است، اینجا آبش زیاد است، نباید که آبش به شکل باشه. کمه که آبش که وقتی کم شد بعد از او پلاستیک آلومینیوم فایل میمونیم تا آماده شد. به شکل آلومینیوم فایل به خاطر برنج کاملا آبش کم شده بود بسیار داغ است.
خب به این شکل همه قسمت های برنج باید که سرپوش دیگه باید که سوراخ کنیم و نوبت داش است. در قسمت پایین داش میگذاریمش و حال نوبت جالی است که باید جالی را بگذاریم به این شکل و نوبت مرغ است. مرغ ما هم را بشقابش رو نمیگذاریم، باید که بشقابش را به این شکل و حالا نوبت ساس اضافیش است که باید که هم اضافه کنیم چرا که همه مزه مسئله با امی ساس است. به شکل هم مواد آماده ساختیم، در بازی داش بسته میکنیم، فکس بره 25 الی 30 دقیقه میگذارمش تا آماده شه، ولی تا وقت آماده میشه و ما هم کمه که منتظرش میباشم تا آماده شه میریم مواد لازمه هم میبینیم، نکته ها رو هم میبینیم. با ما باشه تا آخر برنامه ببینیم که مرغ و همراه با برنج از داخل داش به چه شکل بیرون میشه. مواد لازمه کباب مرغ با برنج عربی: مرغ 1 عدد، برنج 500 گرم، دارچین قدر ضرورت، مرچ تازه 3 عدد، پیاز 3 عدد، زعفران قدر ضرورت، زغال 1 توتا، مسکه 200 گرم. ویتامین علیه عصبانیت: 4 مغز، ماهی، مرغ، جیگر، گوشت، گندم جوان زده و محصولات تهیه شده از آردهای سبوسدار حاوی این مواد معدنی هستند. مصرف ویتامین های گروه B در کاهش عصبانیت و خستگی، افزایش حافظه مفید است. مواد معدنی مانند کلسیم، منیزیم، آهن، روی و سلنیوم نقش مهمتری را بر عهده دارند. استفاده از غذاهای حاوی امگاسه، ماهی، روغن‌های سویا، کنجد، تخم کتان در این دوران از اهمیت زیادی برخوردار است. ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری قدرت پاکیزگی زاکیان زرات آلوده گریز و زرچوبر و باسانی از بین میبرد صرف اکسل جدید و روبه هدیه است و خوشم میآید. با شما هستم دوستای عزیز. در قسمت گوشت هم آماده شده، برنج هم آماده شده و ما باید که گوشت از داخل داش بیرون کنیم به خاطر که اگر چند دقیقه دیگر باشه گوشت کاملا می سوزه و ما خواستم که باید 100% گوشت پخته شده باشه و بعضی قسمتاش قاخک باشه به خاطر که امی کباب گوشتی که امروز آماده ساختیم باید به این شکل همراه با امی برنج خوشمزه که آماده ساختیم نوشه جان شه. خب زغالی که گفتیم این قسمت میگذاریمش تا تازه شود استم سوختند خب این قسمت میمانیم تا تازه شود و این قسمت برنجی که داخل داش مانده بودیم و این قسمت المینا فایل ما سراخ سراخ کردیم به خاطر که مکمل ساسی که از داخل مرغ بیرون میشه باید که داخل زیب رزه از طریق ازی داخل برنج که شما میبینه که همون ساسی که آماده شده بود به میشکل داخل برنج شده. خب ولی المینا فایل دیگه ضرورتی نیست، برنج به میشکل آماده ساختیم، شکل بسیار خوبی رو برای خود گرفته، واقعا که خوشمزه آماده شده و ضرورت به یک کاسه دیگه داریم. برنج میخوایم امروز یک خوشبوی خاص داشته باشه و ما میتونیم همراه با زغال و کمی روغن
برنج به اون شکلی که میخوایم دم گرفته، واقعا یک دم بسیار خوب گرفته و خوشمزه هم آمده شده. خب این کاسه که روغن در این قسمت میگذاریم، این سرپوش دیگ هم این قسمت آماده است و منتظر میباشیم تا زغال تازه شوه. وقتی خوب تازه شد، بعد از او زغال همراه با این وسیله گرفته داخل روغن میمونیم، سرپوش بسته میکنیم تا که مکمل دود زی آهسته آهسته پایین بشینه و بعد از او پس دوباره سرپوش دیگه بلند کرده و غذا را داخل یک مشقاب تزیین میکنیم. ولی باید که زغال کاملا تازه شود. ما ضرورت داریم که باید زغال 100% تازه کنیم. به شکل ما میتونیم زغال زودتر آماده بسازیم. کسی که نمیخواین زغال باشه و یا پیدا نمیشه پیشان یا در دسترسشان نیست یا نمیخواین به شکل آماده بسازن، مشکلی نیست، میتونه که ساده آماده بسازن. ولی اگر با این غذا این زغال باشه و روغن هم باشه به شکلش ما آماده بسازیم، ما میتونیم خوبتر این غذا را آماده بسازیم، چرا که یک خوشبوی خاص هم داشته باشه، یک مزه بسیار خوبی می داشته باشه که خوبتر ما میتونیم از این غذا استفاده کنیم. خب زغال باشه تا که آهسته آهسته ولی محکمش اگه نگیریم به شکل مفته زودتر تازه نمیشه، باید که زود تازه شوی. خب به شکل باید که بالای آتش بگیریم. خب به این شکل باشه تا تازه شد. وقتی تازه شد، خب تو تازه زیاد هم نمیخوایم که یعنی کاملا قوق شد و بعدش ما از استفاده کنیم. امی یک طرف زغال کاملا وقتی قوق شد آماده شد، ما میتونیم از این استفاده کنیم. ما صرف دود زیر ضرورت داریم. وقتی داخل روغن اضافه میکنیم یک دود بلند میشه و با دود از روی و برنج ما میتونیم خوشبوی بسازیم. خب بعضی وقتا زغاله می باشه که تازه کردنش آسان می باشه و زودتر تازه می شه، ولی بعضی زغال هست به این شکل کمی وقت ضرورت داره تا ما ایر تازه کنیم. خب زغال کاملا تازه شده و سرپوش دیگه آماده پیش ما باشه. خب زغال ما داخل دیگ اضافه کردیم همراه با روغن و از این قسمت معلوم میشه که بسیار حرارت زیاد داره و دود زیادتر داره. خب به این اندازه شما میتونید برای 15 دقیقه یا 10 دقیقه به این شکل بگذارید تا مکمل دود زید بشینه و بعد از او غذا را از داخل دیگ بیرون کنید، داخل یک بشقاب تزیین کنید. خب این کاملا آماده شد و دیگه ضرورت نداریم و این کاسه را هم بیرون میکنیم. به خاطر که به این اندازه ما ضرورت داشتیم، صرف همیخه یک خوشبوی خاص برنج به خود بگیره. خب نوبت یک پوری است که ما میخواییم برنج داخلش تزیین کنیم. اول برنج به شکل باید که خوب مخلوط کنیم.
این چوبای دارچینش کسی علاقه دارن میتونن استفاده کنن، کسی ندارن به این شکل از این میتونن که داخل بشقاب به این شکل تزیین شده بکسنن. و یا مرچ تازه که آمده ساخته بدیم همراهش. خب به می اندازه کافی است و حالا نوبت مرغ است و ما باید که اول یک دستکش ببوشم و بعدش مرغ آماده بسازیم. غذای امروز آماده ساختیم، یک برنج خوشمزه است که به شکل عربی آماده ساختیمش و مرغ هم به شکل داشی آماده ساختیم کباب و این قسمت کاش پس و یا مرچ تازه که ما میتونیم استفاده کنیم. خب این ظرف هم یک قسمت بانیم. این بود یک برنج خوشمزه عربی که ما امروز خواستیم آماده بسازیم و هم نظر به چند فرمایش دوسته که برشان آماده ساختیم. خب دوست عزیز، خدا کنه که غذای که آماده ساختیم خوشتان آماده باشه و شما هم در خانهتان از این غذا خوشمزه آماده بسازی. زیادتر مواد که در این غذا مهم است مسکه، میخک، دارچین و مرچ سیاه که همراه با برنج همراه با مرچ تازه باید باشه، به خاطر که یک خوشبوی خاصی می داشته باشه و گوشتش اگر باشه یا نباشه فرق نمیکنه، میتونی برنج با یک خورمه دیگه هم نوشجان کنی، ولی به نظر من اگر این گوشت همراه با امی برنج باشه واقعا مزه خوبی داره دیگه، هیچ ضرورت به کدام غذای دیگه نداره. ولی ما میتونیم که در کنارش یک کمی که سالاد هم آماده بسازیم تا ما بتونیم به شکل خوب و درست و صحیحش استفاده کنیم. خب دوست عزیز، بازم کسی که مشکل می داشته باشه میتونه که به صفحه پیام تلویزیون یک رفته پیام خود بگذارن، انتقاد می باشه کدام فرمایش می باشه میتونه که بگذاره. و این بود غذای امروز، تا برنامه بعد خداحافظ. آشپزی دیگر به همکاری قدرت پاکیزگی زاکیان زرات آلوده گریز و زرچوب و باسانی از بین میبرد. سرف اکسل جدید و روبه هدیه است و خوشم می آید.